سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران بحث بر سر چگونگی برخورد با بیهجابی، آنچه که حکومت فقیه بیهجابی مینامه، موضوع اصلی در نشست‌های حکومتی پیش پرده و پس پرده. برخی از کارگزاران حکومت فقیه گفتند و میگن که باید ارتش رو وارد صحنه کرد. دیدیم در یکی از پارک‌های ایران، دیدیم که از گاز اشکاور استفاده کرده بودن علیه 13 به در، علیه سنت‌های ایرانی. این همه در حالی است که ایران در سراشیب ویرانی کامل اقتصادی قرار گرفته است. دلار یک تاز عرصه اقتصادی، عرصه سفره‌های مردم ایران از شهرهای بزرگ و کوچک تا روستاهاست. و حکومت فقیه همچنان به فکر مهار کردن زلف و موی دختران و بانوان ایرانی است. حکومت الهی، فکاهی و البته جنایی فقیه. در این میان جنبش، انقلاب، خیزش، هر عنوانی به اون بدیم، در شهرهای گوناگون ایران به طور پراکنده ادامه داره. رو به کجا داره این جنبش و این انقلاب و این خیزش پرسشیست و چه سیستم، چه نظامی میتونه پاسخگو و تأمین کننده منویات مردم ایران باشه که مردم ایران از پیر و جوان برخوردار از آزادی هایی که امروز روز در همه جهان مرسوم هست، حتی در کشورهایی که استبداد بر اونها حاکمه، از بابت لباس گرفته تا آزادی در چهاردیواری خانه، چه می نوشی چه نمی نوشی برخوردار شوند، تا ورای همه اینها و فراتر از اینها آزادی های اساسی، آزادی بیان و دیگه. مهمانی داریم، کارشناس در این زمینه، کارشناس نظام هایی که در قرن بیستم در واقع در جهان برقرار بودن و همچنان برقرار هستند و در ارتباط با وضعیت ایران. آقای مهریار ظفرمه، پژوهشگر علوم انسانی، که امسال نیز در 12 فروردین ماه پس از 14 مرداد سال پیش بیانیه رو امضا کردن در حمایت از مشروطیه یا حکومت و نظام مشروطه. با ایشون گفتگو خواهیم کرد تا لحظاتی دیگه. خب آقای ظفرمهر، خوش آمدید و تبریک سال نو، چون اولین باره در سال جدید در خدمتتون هستیم. درود دارم خدمت شما جناب چالنگی گرانقدر و عزیز و گرانمایه. سپاس از همه تلاشاتون، سپاس از دعوتتون. درود میفرستم به تک تک ایرانیان با وجه منحصر به فرد بودنشون و یه درودم در تمامیت ملت بزرگ ایران به همه مردم ایران دارم. یه عرض احترام دارم خدمت تمام جان نثاران راه سربلندی ایران، همه کسانی که در طول تاریخ برای حفظ ایران عزیز، برای سربلندی، برای آبادیش کوشیدن، قد و قامت سر و اونها شکسته شد، رنج ها بردن، خون دل ها خوردن. با احترام با اونها در خدمت شما بزرگوار هستم. سپاس که با ما هستید. آقای ظفرمهر عزیز، ببینید خیلی جاهای دنیا الان حکومت های مستبد است، چه جمهوری چه پادشاهی، انواع و اقسام، ولی دیگه با لباس مردم چندان کاری ندارن، با روسری چندون کار ندارن دیگه. در آزادگاه خود اسلام عربستان دیگه این داستان ها به پایان رسیده و وقتی یه حکومتی میرسه به جایی که این دست پیش میاد که ارتش رو ما روانه کنیم برای برخورد با بیهجابی، این به ما چی میگه؟ شما به عنوان یک پژوهشگر علوم انسانی، یعنی نشون میده قدرت حکومت درماندگیش چه هست؟ جناب چالنگی، ببینید من چندی پیش به صورت تصادفی
به سه تا واژه برخورد کردم، یکی تار مو، یکی تار و یکی تاراج. و بعد حالا بر صورت ذهن من دیگه سعی کردم ببینم اینا چه ارتباطی با هم دارن، چون ذیل نظری کارآمدی من به ارتباط بین مفاهیم در عالم واقع سعی میکنم بپردازم، که این درسی مدیریت هم خب خیلی میتونه یک ساختار، یک سیستم رو چه در سطح کلان کشور دارید چه در سطح خرد به اون کارآمدی برسونه. ببینید وقتی تار مو و تار مو به نشانه زیبایی بگیرید، تار رو هم به معنی شادی بگیرید، اینها اموری طبیعی، اخلاقی، انسانی و بسیار بسیار ارزشمندن. وقتی اینها رو یک گفتمان، که همین گفتمان مشروع است، اینها رو دست روش میگذاره و اینها رو امور غیر طبیعی، غیر اخلاقی و غیر ارزشمند میکنه، طبیعتاً تاراج و چپاول منابع طبیعی، مادی، معنوی، هر آنچه که است، در یک فرایند شاید طبیعی به نظر مردم اون مملکت برسه، که البته من اینجوری گمان ندارم، ولی این طی شد. یک مثالی رو شما هم حتما شنیدید، فقط نقل میکنم، که زمانی بود که یک برصورت شخصی که داشت دیکتاتوری حکومت میکرد سعی کرد مالیات‌ها رو ببره بالا، همین شرایطی که امروز در ایران هستیم، در اوج ناکارآمدی. بعد به وزیرش گفت حالا چیکار کنیم تا این مردم در نیاد؟ گفت آقا کنار این من بلدم، یه حاشیه‌ام درست میکنم، و اینه که هر کسی اگر باد معده بده اونو جریمه‌اش میکنیم. و بعد این موضوع رو آوردن مسئله اصلی کردن، و بعد اون مسئله رفت به حاشیه. نمیدونن که مردم ما خیلی زیرکتر از این حرفا، یعنی اگر روسری از سر بر میدارن برای بازپس گرفتن ایران عزیزشونه، برای حقوق طبیعی که از دست رفته و خیلی ریشه‌ای تر از یک روسری است. همه مردم ایران در باورهای گوناگون حق دارن هر آنچه که دلشان میخوان بپوشن یا نپوشن، و من به عنوان یک ایرانی که به حقوق بشر و حقوق شهروندی باور دارم اجازه به خودم نمیدم به یک هموطن بگم چه بپوش چه نپوش. اما من خدمتتون عرض کردم که تار مو و تار به عنوان نماد زیبایی و شادی، اینا توی گفتمان در همامیخته چطورگاه پلنگی بیگه نوعی اصلا مورد توجه قرار گرفتن، برعکس شدن اون پوستین وارونهی که حالا ما در نقل قولهایی که در تفکر شیعه خودمونم داریم، این پوستین وارونه شد دیگه. خب اینجاست که ما هر آنچه که میبینیم، حاشیه‌هایی که ساخته میشه، بحران‌های گوناگون و متعددی که نظام مشروع میسازه، تا اون مسئله اصلی که حالا از نظر من و بسیاری شاید همون قانون باشه، همون مشروطیت، اون رو ما حواسمون بهش جمع نباشه و از اونجا موضوع رو بررسی نکنیم. بر صورت حاشیه میزنن دیگه، و این نشانه ضعف جمهوری اسلامیه. اینو خودتونم میدونید، همه پژوهشگران تو حوزه علوم اجتماعی در ذیل نظام‌های دیکتاتوری، از هانا آرنت بگیرید تا پژوهشگران جدید، هر چی یک نظام ناکارآمدتر مردم رو، مقبولیت مردم رو، اون حقانیت شاید دست میده، من به مشروعیت کاری ندارم چون نظام مشروع خودش اصلا مشروع هست، اون حقانیت، اون اقتدار، اون مرجعیت شاید دست میده از لحاظ لیجیتیمیسی اصطلاحا توی علوم سیاسی، این کم کم سعی میکنه حالا هی به حاشیه بزنه دیگه. و من گمان میکنم این گونه اصطلاحا بحران آفرینی ها، این گونه برخورد نامحترمانه با مردم ایران که پوشش حق اولیه اوناست، و از یادتون باشه از ابتدای انقلاب این رو بسیاری از کسانی که انقلاب کردن اصطلاحا در کاسه ما مردم ایران گذاشتن که آقا باید بر صورت لباستون مثل هم باشه و و و و هزاران حرف و حدیثی که هیچ کدومش نه نظرگاه علمی داره، نه اخلاقی داره، و نه از نظر نگاه جهانی ما میتونیم برای اونها دوزار اعتبار قائل بشیم. به صحبت تار کردید، شما تار فرهنگ شریف و جلیل شهناز و لطف الله مجد و این بزرگانی که واقعا جانشین ناپذیرن به معنی بله هستن. من منظورم از تار همون موسیقی بود دیگه، نماد شادی. یادم یه بار شما گفته بودن جانشین یا حقی بکنن کسی رو که میشد، یا اون برنامه ساز تنهایی که بود بعد از اخبار، بعد از زهرا جناب ظفر مهر عزیز، ببینید صحبت مشروطه و مشروعه رو این روزا خب بسیار هست که در
آنچه که انقلاب مشروطه اسمش هست عنوان گرفتیم، به هر حال مدافعین مشروعه که در واقع مدافعین استبداد بودن، اینها یک همخوانی با جامعه داشتن. یعنی اکثریت جامعه برای در پایتخت دست کم جای دیگه هم همین بود، یک حجاب و روبنده و نمیدونم تمام این ظلم زیمبویی که به سایه این حکومت میخواد تحمیل بکنه وجود داشت. ولی الان امروز روز قرن بیستم، حتی در زادگاه خود اسلام هم ما میبینیم یه همچی چیزی نیست. یعنی اکثر دختران بانوان جوانان به اصطلاح کشورهای مثل عربستان و بقیه جا و ایران که به خصوصتر، این رو چطور میبینید؟ یعنی این تحمیل رو که رفته نشسته رو منبر حکومتی، دیگه منبر مسجد نیست، منبر حکومته و بغلش هم تیر و تفنگ و گاز اشکاور و گزمه ها و اینا هست. اینو این ناهمخونی رو یا ناهماهنگی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ یا هست و مثلا ما خبر نداریم؟ خب آیه چلنگی، من در بخش قبلی گفتم که این واقعا اون آخرین سلاحی است که اصطلاحا هم از جهات رعب مردم، هم به هر صورت که این ایدئولوژی یه چند تا اگر شاخص داشته باشه، یکی اون اصطلاحا دعوایی است که با آمریکا داره که خیلی جدی هم نیست. یعنی ما وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم نه، این دعوا دعوای حقیقی نیست. یکی همین بحث ظواهر دیگه. ولی ما وقتی از یک جامعه سالم حتی در تفکر شیعه صحبت میکنیم، اون جامعه سالم یک مشخصات و مختصاتی داشت که ما در کودکی به ما میگفتن و هیچ کدوم از اون ارزش ها نیست دیگه. لذا یادتون باشه یک کاغذ سفید ما درسمون گرفتیم، گفتیم که در مورد جمهوری اسلامی ما به اون نتیجه رسیدیم که دیگه حرفی برای گفتن و نوشتن که معنادار باشه از وجه این که حالا ما بخوایم موضوعی که دیگه انقدر روشن چشمامونو داره میزنه نگیم. از منظر چگونگی است که بحث مشروعه و مشروط اصطلاحا در میان اومده؟ خیلی ساده من بگم، ما وقتی میگیم مشروعه یعنی حکومت شرعی، و وقتی میگیم مشروطه یعنی حکومت عرفی. عرف یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که برای همه ما در ایران در یک خرد جمعی شناخته شده است. حالا ما شاید کسانی رو داشته باشیم برطرف در همه جوامع که اصطلاحا در اون توزیع نرمالی که اهل دانش توی پژوهش‌ها و تحقیقاتشون بررسی میکنن، یه مقدار سمت راست اصطلاحا زنگوله یا یه مقدار سمت چپ زنگوله. اگر یه زنگوله رو برعکس یه زنگوله رو در نظر بگیرید، یه گروه این سو یه گروه آن سو هستن، ولی اکثریت جامعه عرف رو میشناسند، خردمندند، متوجه هستند، در جامعه میزیند، خودشون رو انسان میدونن. من دیگر روز یه دوستی به من گفتش که من داشتم به اون صحبت آیت الله خمینی گوش میکردم که در ابتدای انقلاب گفت ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم، و به صحبتهای شما داشتم فکر میکردم که این مشروعه چی بود. بعد گفتیم مگه ما حیوان بودیم که ایشون میخواد ما رو به مقام والای انسانیت برسونن؟ ببینید، ما در عرف یعنی در مشروطه همه اینها رو داریم. یعنی هم یه نگاهی داریم به اون چیزی که جامعه ایران فرهنگشه، هم یه نگاهی به آینده داریم که خب جامعه میتونه رشد کنه، ترقی کنه، پرسشگری داشته باشه و بسیاری اگر از اموری که شما بعضی وقتا تو برنامه های پنجشنبه‌تون میبینم دارن با دین مردم، ارزش‌های معنوی مردم رو به سخره گویا میگیرن، میدونید، یا تو حتی دینداران ما هم دارن آزار میبینن. این رو ما مشروطیت به نوعی یک تفکر ایرانی مدرن، یعنی نگاهش هم به جهان مدرن بود، هم به هویت ایرانی بود برای اولین بار، یعنی یک ساختار دولت ملت که با خون دل ساخته شد، با چه زحمت‌هایی، با همه نقص‌هایی که داشت. یعنی بعضی وقتا به من میگن که آقای دفرمه فکر کردید دوره‌شاه بهشت کامل بود؟ گفتم بهشت کامل رو چپا دنبالش بودن. ما برعکس میگیم که یک جامعه دوچار انواع و اقسام آسیب‌ها، بحران‌ها، ما با انسان طرفیم دیگه. یعنی انسان میتونه در یک سیستم درست نادرست رفتار کنه و ما اینجوری میگیم سیستم، ساختار، پارادایم رو به تصحیح بود، رو یعنی یک سیستمی بود که ما میتونستیم اون رو تصحیح کنیم. اما الان در یک سیستم بسته ای هستیم که اگر من بهترین انسانم باشم تو اون سیستم قرار بگیرم دچار ایراد میشم. ببینید هر سوال حرف من جای دیگه
اشاره میکنم. ببین اون چی که در مشروطه بود، برخورد دو تا حکومت رس حکومت مشروعه نبود زمان محمد علی شاه. به هر حال یه پادشاهی بود و در دوره قاجار با همه بدی و همه دوران پادشاهی های گذشته که بود، به هر حال خیلی امور میگذشت که با شریعت و فقیه و اینا در تضاد بود، از میخواری بگیرید تا بقیه موضوعات. و یک جناحی خب خواستار برقراری عهد به طور کامل بودن، علاوه بر دادگستری. من خدمت شما اینا نمیگم، خود شما میدونید، برای برخی از بینندگان جریان نیستن. یک عده‌ای میگفتن در برابر اون چی که مشروطه هست، مثلا باید مشروعیت یا مشروعه رو، نه اینکه مشروعیت به اون معنا، نه، شرع اسلام رو. خلاصه از درون اینم بالاخره یه قانون اساسی مشروطه در اومد که ملغمه از هر دوتاست، ملغمه از هر دوتاست. یعنی به هر حال حرف بر سر اینه که امروز روز اولین باره در تاریخ ایران که حکومت مشروعیت، یعنی مشروعه به عنوان شریعت برگزار شده. یعنی فقیه نشسته اون بالا، از شازی فقیه چنان بود رفتن که از بیم مور در دهنه اجدا شدم اینجاست، فقیه نشسته اون بالا. و اینا الان دارن میگن دخترای نازنین مردم رو، بانوان رو مورد بی احترامی قرار میدن. حنانه کیا پشت سر من تصویرش، دختر نازنین ایران رو کشتن به همین خاطر. میگن قانونه، فرهنگ مردمه. بس بر سر اینه، این دفعه تبدیل شده به قانون. یک سری هم نشستن تو جایی به اسم مجلس، اونا میگن قانون. یکی از همین هاست که گفته ارتش رو باید وارد کنیم. اینو چطور این جنبه قانون بودنش رو چطور اینجا مشروعیت داره؟ یعنی حرف درستی چه هست؟ آقای چالنگی دست خودش رو نقطه ای که من وقتی حدود 4 سال پیش این مسئله رو عنوان کردم که هنوز مسئله ما این چیستی قانونه. اول بگیم قانون چیست، بعد بگیم قانونگذار کیست، و بعد بگیم متدها و روش های قانونگذاری کدامند، چون هر سه تا اینا رو باید با هم دیگه پاسخ بدیم. اگر پاسخ ندیم میشه همون چی که در 57، یعنی ما یک قانونی داشتیم به قول خودتون در تلفیقی با مشروطه و مشروعه که تو قانون اساسی شاهدشید، اما بنیانهاش بر حقوق ملت بود، اصالت با عقل بود، و اصطلاحا شریعت فقط یه نگاهی بهش میشد به واسطه اون نگاه واقع نگری، که البته این واقع نگری خب یه جاهایی شاید سبب رنج و دردم برای یک کشور بشه، ولی به هر صورت برخواسته از همون فرهنگ بود، یعنی خیلی ایرانی بود. ولی اگر کسانی سوء استفاده کردن اون یه بحث دیگه است. اما در 57 من خاطره ای رو از تاریخ شفاهی مهدی حائری، فرزند عبدالکریم حائری، دکتر مهدی حائری داشتم میخوندم که رفته بودن اون انقلاب 57، گفته بودن آقا این قانون مشروطه رو دست ندنیدش دیگه، این قانون مشروطه که مشکل نداره. حالا اگر بندایی رو شما میخواید، این گفتگویی بوده که با آقای خمینی داشتن آیری، تو تاریخ شفاهی من این رو دیدم، اصطلاحا هست میتونن دوستان سرچ کنن. و آقای آیری میگفتش که مهدی آیری که یه مدتی آقای خمینی سکوت کرد، بعد من فکر کردم خیلی مثلا حرف مثلا مزخرفی زدم، بعد دیدم بعدش گفتش که از صبح تا حالا حرفی به این دقت نشنیده بودن. اما وقتی اومدیم بیرون دیدیم نه، اصلا کلا رفتن و قانون اساسی رو عوض کردن. و این همون عکس مار و اسم ماره، یعنی یه مفهومی به نام قانون داریم در فلسفه سیاسی، یا برآمده از خرد و تجربه انسانه که ما اسمش رو می‌ذاریم مشروطیت، یا برآمده از اون اصطلاح گفتمانی است که در غرب حداقل کلیسا بود، که بعد از عصر روشنگری خردمندان، فیلسوفان و متفکرین اصطلاحاً جامعه انسانی اینو نپذیرفتن، یعنی سلطه کلیسا رو نپذیرفتن و گفتن که ما بر اساس قرارداد اجتماعی که خب متفکرین زیادی هستن، حتما همه دوستان اینها رو میتونن بخونن، از مونتسکیو، از لاک و کسایی که بر صورت مبانی این شکل ساختار دموکراتیک رو در جهان مبانی اولیش رو اصطلاحاً بیان کردن، اونجاست که ما میبینیم یه درهم آمیختگی گفتمانی که در مشروطه بود.
همونجور که گفتید یه تلفیقی بین این دو بود و در کتاب یک کلمه مستشار دوله 36 سال قبل از مشروطه ما اینو میبینیم که مستشار دوله میخواست یه جور تجددخواهی اصطلاحاً مبتنی بر همین دین و همین شریعت رو بنا کنه. خب در زمان خودشون با توجه به چیزی که شما گفتید یه کار بزرگ بود، اما ببینید یه سیستمی بود که میتونست خودش رو هر روز اصلاح کنه، ولی بعد در 57 خود قانون معناش عوض شد و قانون شد آنچه که اراده شخص منه به عنوان فقیه، حالا میشم ولی مطلقه فقیه و حتی فقهای دیگه هم دیگه باز نمیتونن اونگونه که باید اظهار نظر کنن، و یک ساختاری به وجود میاد که کاملا بسته است و انگار منویات شخصی که اصطلاحا حاکمه چون جانشین خداست و حتی در نظریه ولایت فقیه نظریه انتخاب فقیه به کشف تبدیل میشه در یک فرایندی در سال 50، یعنی 68 اینو میبینیم ولایت فقیه مطلقه میشه. اینا نظریات های مصباح یزدی است و شاگردانش میتونن مردم ایران برن بشنون که اگر قرار باشه خدا حکومت کنه مطلقه باید حکومت کنه. یعنی اگر یه روزی جایی دیدیم که یک کسی رو سر یکی رو بریدن، به سادگی میگن مفهوم ولایت بالاتر از نبوته، مصلحتی است که در آیه از قرآن که داستانی است که اصطلاحا اسمشو بعدن گذاشتن خضر، ما اونجا میبینیم که خضر با موسی نبی اولوالعزم خدا که 10 فرمان رو داشت که اکثرا فرمانهای اخلاقی بود، اینها رو زیر پا میگذاشت، بچه کودکی رو میکشت، کشتی رو سوراخ میکرد، در جایی اگه بهش بدی میکردن خوبی میکرد، و بعد موسی نتونست باش کنار بیاد و گفت نمیتونی. ما با همچی ساختاری مواجهیم، یعنی وقتی باهاشون صحبت میکنی میگن آقا ما برای ظهور مهدی موعود که خود این رو خیلی جاش باید روش پرسش کنیم، برای بسترسازیش ما یه مصلحت هایی داریم که میتونیم تمام ارزش های اخلاقی دینی همه رو تعطیل کنیم، و اینا عین جملاتی است که رهبر ابتدایی انقلاب و بعدی انقلاب گفتن. خب این واقعیته. حالا ما اگر میخوایم با این واقعیت مواجه بشیم، پارادایم در روبروش، یعنی اصطلاحا اون پارادایمی که در تاریخ تجربهش کردیم، مشروطیته. اون مشروطیت حالا در قرن 21 میتونیم در موردش صحبت کنیم که چه ویژگی‌هایی میتونه پارادایم داشته. خود شما شهر بدید آقای، خود شما پارادایم پارادایم یعنی مجموعه ای از گزاره ها جملاتی که مثلا فرض کنید من تو ریاضی اگر میگم 2 به علاوه 2 = 4، این 2 همیشه همه جا 2ه، به علاوه همه جا به علاوه است، نمیتونم هر جوری دلم خواست دبل استاندارد میگن یه بام و 2 هوا، یعنی یه اصول موضوعی مشخص، یعنی من اگر باور دارم به حکومت خدا، این اگر اصل موضوع قرار بگیره بقیهش ما میچینیم، اگر باور داریم به اراده انسان و خرد انسان و بگیم چگونگی مدیریت کلان کشورداری به جای چه کسی حکومت کند امروز در قرن 21 موضوع اصلی است، این پارادایم، این گفتمان، این بینش، این نگرش، یا اصطلاحا ما بهش بگیم مجموعه از گزارهایی که نظامندن، پارادوکس ندارن، در تضاد هم دیگه نیستن، به این میگیم پارادایم. خب دلیل روشنتری هم هست برای به اصطلاح برتر بودن آنچه که شما میگید در آنچه که فقیه میگه، همین شیک بودن شما و نسل جوان ایرانی. مجموعه این پشت این شیک بودن داره دل خون دل آقای اصلا میبینید مجموعه این حکومت بعد از 44 سال و مجموعه نگاه میکنیم به نسل جوان، نسل میان سال مثل خود شما ایران، هر همه شیک در روند زندگی مثل گلهای گلستان، اینی که میگین مشروع و مشروطه در و این ذهنیت بوده دیگه در همون زمان انقلاب مشروطه که آخوندی بر منبر این ثبت شده، قطعا شما هم خوندید در تاریخ کسروی هست، مشروطه کسروی و جای دیگه هم اشاره شده که سولفات دو پوتاس رو که داروخانه ها شروع کردن رواج دادن به جای حاجمن یزی بود، اینو بر منبر میگفتن مثلا امروز که اینو دارن رواج میدن سولفات دو پوتاس، یا ای حل مؤمنین، میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا دوتاست، یه همچین چیزایی که همون اشاره کردیم برنامه پنجشنبه پر از این نکاته. حالا
چرا مشروطه گفته میشه که بسیاری از ایرانی ها و بسیاری از مشروطه خواهان صحبت بر سر اینی که خود شما اشاره کردید، آیا با همون قانون اساسی مشروطه ای که وجود داشته یا بازسازی قانون بازنویسی قانون اساسی مشروطه است؟ چه هست؟ چرا مشروطه اساسا حکومت مشروطه؟ ببینید چالنگی، من در دو سطح، ابتدا مشروطیت با جمهوریت با مردم سالاری با دموکراسی فرقی نداره. سری قبلم که در خدمت شما بودم همراه آقای بروجردی اینو گفتیم که مولانا پیش چهار نفر رفت و هر کدوم یکی میگفت عنب، یکی میگفت اسرافیل، یکی میگفت انگور، یکی میگفت عزوم. بعد گفت آقا همه شما یه چیزو میخواین. اگر واقعا ما دموکراسی میخواین که معلوم دموکراسی چیه، شکلش که پادشاهی یا جمهوری باشه فرقی نمیکنه. ما این رو در مشروطیت داشتیم، یعنی حاکمیت مردم بنابر قوانین برآمده از آخرین دستاوردهای خرد و تجربه انسان، که البته با توجه به فرهنگ ایران در زمان خودش اون مشروع هم یه جایگاهی داشت که البته هیچ وقت اون اصطلاحا قوانین عملی نشد. این پس یه نکته که دوستان جمهوری خواه ما بدونن، ما دموکراسی خواهیم و هیچ گونه پارادوکسی هر کجا را خواستن من حاضرم گفتگو کنم. نه من، بسیاری از اساتید بزرگوار ما استاد تاجیر داریم. اجازه بفرمایید جناب معیار، برای اینکه ما دوچار سوء تفاهم نشیم، چون من این صحبت رو دیدم عزیزان دیگه اینو گفتن، اینی که مشروطه ما بحث لغوی نمی کنی. این کلمه در ایران در فضای سیاسی ایران چه گذشته چه الان و چه در آینده حتی معنی خودش رو داره، اشاره به یک ساختاریه. اینی که قدرت سیاسی مشروط بشه و محدود بشه این یه بحث بده، از این بابت میشه گفتش مشروط شده، ولی در فضای سیاسی ایران، تاریخ سیاسی ایران، یعنی اینکه مشروطیت یعنی یک نظامی که یک پادشاه غیر مسئول داره که حکومت نمیکنه. یعنی این نمیتونیم ما بگیم که فرق نمیکنه، یه حکومت مشروطه داریم جمهوریه، ولی نمیتونیم. میتونی؟ نه نه درست. الان دومی رو میخواستم همین رو بگم، شما گفتید من دیگه دومی رو نمیگم. اولی این تصور بود، آره درود بر شما، خوب شد گفتید. نه اولی این تصور من بود که ما اگر دموکراسی خواهیم در مشروطیت دموکراسی دست نمیره. حالا شکل ساختار اون که شما گفتید، سامانه مشروطه در ساختار ایران پادشاهی بوده، ما هم میشه اصلا ما مشروطه پادشاهی هم میخواییم، ولی بحث ما اینه که قانون اساسی مشروطه در این مسیر میتونه یه خواستگاه باشه به عنوان یه نظام حقوقی، یه متن حقوقی با همه ایراداش، مورد مفاهمه مردم ایران از همه گروهای گوناگون سیاسی قرار بگیره. چون قانونگذار مردمن و در پارلمانه، ما نمیتونیم الان اون متمم ما رو دست یعنی به اصطلاح دست بزنیم. یعنی من بحث کاملا دو تا چهار تای منطقی میکنم. اگر من بخوام دست بزنم میشم این منشور نوشتن ها. ما میگیم قانون اساسی مشروطه در دوران خلأ قدرت، بعد تمام نهادهای مدنی جمهوری خواهان همه چپ راست بیان و گفتگو کنن و مردم اونجا در یک جامعه باز که به قول پوپر دشمنم زیاد داره، و این کتاب‌های پوپر، این منطق اکتشاف علمی، این خیلی میتونه برای ما مفید باشه امروز. یعنی من تفکرم با اینکه مشروط خواهم، ولی دموکراسی رو مبتنی بر اون چیزی میدونم که پوپر میگه عزل حاکم، نه اقلیت اکثریت. اون یه بحثی است که یک متد، یه تاکتیک برای اینکه حالا در پارلمان چه کسی یه دوره مسئولیت محدود بگیره برای رتق و فتق امور ملت. اما بحثی که ما تو مشروطیت داریم عزل حاکم رو داریم، و این یعنی اون چیزی که ما مشروط خواه باید این باوریم که آخرین دستاوردهای خرد و تجربه بشر رو پاس می‌داریم. اما برای گذار از این وضعیت، آقای چالنگی ببینید، قانون اساسی مشروطه خیلی 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 اصطلاحاً پتانسیل‌هایی رو داره که میتونه این مسیر رو اصطلاحاً پی بگیره. دوم این که اون کجراه مسئله اصلی من همون که شما گفتید، قانون، آخه یه جایی منظور از قانون عوض شد. یعنی ما قانون اصلا، ما میگیم آقا قوانین ما با رویکرد علمی 70% اگر درست می بودن ما میگیم خب خوبه دیگه، یعنی توی بحث علم و دانش ما ذریب همبستگی تأثیر یک اثر یک متغیر بر متغیر دیگر رو بسنجیم 70% اگر ببینیم درسته میگیم آقا این کار میکنه.
مثلا تو دارو، تو حوزه‌های گوناگون علوم انسانی. حالا ما میگیم آقا در دوران گذشته در تاریخ مشروطه ما اون ساختار کار میکرد، اینم مقیاساش در 57 سال حداقل اصطلاحاً کمتر 50 و اصطلاحاً 3 سال که حکومت پهلوی بود و قبلش، ما از بعد مشروطه بلند شدیم، ملت ققنوسوار از خاکستر خودش بلند شد و داشت میرفت که یه بارکی از شعارهای مشروطی از رفت تو کجرهای مشروطه. حالا ببینید من این مثال دیگه اگه وقت دارم بهتون بزنم، ما خیلی هممون آره بزنم. حالا اگه بتونه در عرض 2-3 دقیقه بهتون بگم، ببینید من این مثال، چون میدونیم مثال همیشه همه واقعیت رو نشون نمیده، قصد مغالطه هم ندارم چون تخصصم همین علوم شناختی و مغلطه و سفسطه و خطاهای شناختیه، اما فکرشو بکنید همه ما یه گوشی دستمونه، این گوشی سخت افزاری داره که ما بهش میگیم مشروطیته، هنوزم در جامعه ایران هست، هنوزم همین که حجاب رو برمیدارن برمیگرده به این که زن ایرانی عفاف و نجابتش به این تارموش نیست. خب حالا فکرشو بکنید یه نرم افزاری رو روی این سخت افزار ریختن که اسمش مشروع است، یعنی بنیادی به نام دانشگاه به وجود اومد، شوارع به وجود اومد، دادگستری به معنی دقیق کلمش به وجود اومد، یعنی از شریعت جدا شد، رفت حقوق مدنی، علی اکبر خان داور، دکتر علی اکبر داور زحمت هایی کشیدن، درسته؟ حالا این نرم افزاره رو گوشیم روی این گوشی، این گوشی هنگ میکنه. خیلی ها که حالا روکت اصلاح طلبی دارن و حالا میگن که آقا حالا امروز اینجاشو درست کنیم، گوشی رو باز میدن دست من، من دو روز باهاش کار میکنم اینم هنگ کرد. یک کسی میاد میگه آقا ریستش کنیم، این گوشی رو ریسیت کن به کارخونه. اجازه میدید جمله تموم شه؟ نه میخواد این جمله رو بگید بعد فهمی ایجاد نشه. ببینید ریسیت چه به کارخونه، یعنی اون تمام بنیانها، مردم ایران ما نقرار نیست یقم رو بگیریم برادر کشی در راه بیفته، بعد بنشینیم بر مبتنی بر درست اندیشیدن نه روشن فکری تخیلی، بشینیم ببینیم که برای کشورمون با توجه به تمام اصطلاحاً خطراتی که برای کشور ایران وجود داشته از ابتدا تا الان بتونیم خودمون مسئلهمون رو حل کنیم. از من تمام. خواهش میکنم. به هر حال آقای ظفرمرد، قانون اساسی مشروطه که پیش از انقلاب بود تعریف سلطنت موهبتیست الهی، بازم منشأ قدرت یا منشأ سلطنت بازم آسمان هست. در قانون نوین مشروطه همین چیزی به نحوی هم باز اینجا ولی فقیه میبینیم، در قانون اساسی مشروطه که بازنویسی قطعا بدون تردید اون قانون زیر فشارهای روحانیت بوده، قانون اساسی و بعد هم شرایط اون زمان هرچی که بوده، منشأ قدرت چه خواهد بود؟ منشأ سلطنت چه خواهد مردم. بود؟ مردم. این رو بفرمایید. یعنی مردم آیه بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید. مردم. مردم مردم یک جمله مردم. تضمینش هم مردمن. یعنی اگه مردم قرار باشه که واگذار کنن یک گروهی براشون تصمیم بگیرن، من زیل نظریه درست فکری و کارآمدی اینا رو بیان کردم. حالا یک کانال کوچولویی من تلگرام دارم، یوتیوب ندارم، هیچی. یه کانال تلگرامی جنبش ملی کارآبادی هست. ببینید وقتی مردم و دانش اصطلاحاً تخصصی که خیشگاری هر کسی از ما رو انجام میده و خرد جمعی، یعنی مردم و حقوق مردم، حقوق شهروندی، همه ما شهروندیم، برابریم در تمام اقطاع ایران، بیرون از این نگاه های قوم‌گرایانه فیک و فانتزی که واقعیت نداره، در ایران همه در هم تنیده ایم، یه ملتیم. حالا مردم ضمانتاً، ببینید خود شما بهتر از من میدونید و بیانم کردید، زیر هزار تا فشار اون نوشته شده و چقدر پدربان ما، نیاکان ما بلد بودن که بر صورت بازی سیاست رو به گونه‌ای کنن که ایران رو آباد کنن، نه اینکه ایدئولوژی خاصی فقط مد نظر من باشه، نظر مهریار ظفرمرد این مهم نیست. ما باید بتونیم اصطلاحا منافع این ملت که خود ملت تشخیص میدن رو اگر بتونیم به عنوان پژوهشگر، به عنوان آکادمیسیان، اگر کسانی واقعا باور دارد، یعنی اولین امر ما ایران و مردم ایرانه، من به دو مقام واقعا باور دارم، یکی مقام انسانه، انسانیته، و یکی مقام ایران. این دوتا رو از هم جدا هم نمیتونم بکنم، یعنی در چارچوب ایران به انسان میاندیشم، نه در چارچوب سوئیس و چین، گرچه من به عنوان یه انسان خودم که انتخاب نکردم کجا به دنیا بیام، برای چینی هم همون احترام قائلم، برای سوئیس، برای نروژ، ولی من ایرانی ام آقای چالنگی، لذا چارچوب ایران برام مهمه، سربلندی ایران برام مهمه،
و نگاه هم اون اصطلاحاً قسمت پر لیوان رو بیشتر سعی میکنم ببینم تا بعد اصطلاحاً اون قسمت های ضعف رو هم اگر دیدم یه چیزی برای گفتن داشته باشم. نگاه سرزنشگرانه ما نداریم در مشروطیت. اون گفتمانه یه گفتمانی است که حالا میتونیم اساتید بزرگواری، من داشتم نام میبردم از استاد طاهری عزیز، آقای کلاشی گرانقدر، بسیار اگه بخوام الان نام ببرم، سید جواد طباطبایی که تازگی فوت کردن، فیلسوف ایران شهر ما، بسیار خوب میاندیشیدن و ایرانی میاندیشیدن. حالا کسی شاید بگه آقا من میخوام جهان وطنی بیاندیشم، خب ما ایرانی میاندیشیم. اندیشه اولا حالا جهان وطنی اون بحث دیگری است، اون سوسیالیسم یا کمونیستایی که میگن یا بقیه هم میگن، یا حتی به معنای جهان وطنی رو در خود عرفان ما داریم، اون بحث دیگری است. و ایرانی اندیشه خب مرز نمیشناسه، اندیشه یک معمول مرزانه. اجازه بفرمایید. نه منظور من اینه که ببینید آقای شالنگی، ببینید ما وقتی در جهان خرد تجربه انسان صحبت میکنیم، اندیشه اندیشه است، دو تا چهار تا است، ولی یه تفاوتی داره که من در ایران میاندیشم، یعنی با من به ایران میاندیشم، شاید بشه گفتش که من به ایران میاندیشم. آره به هر حال این بحث دیگریست. آره همونطور که اشاره کردیم مردم هستن، در قانون اساسی آمریکا با کلمه ما مردم شروع میشه. اما یک نکته هست جناب ظفر مهر عزیز، این که در کشورهایی مثل ایران، در همون منطقه، از همسایگی ایران عراق گرفته جاهای مختلف، حتی در بخش دیگه از آسیا مثل کره شمالی و جاهای دیگه، میبینیم که چه جمهوری چه استبداد، جمهوری هایی هستن که به شکل سلطنتی در میان، یعنی ولیعت تعیین میکنه، جانشین میشه. و این برای قضیه با همه مشروطه یا هر چه که بوده در برخی از کشورها، باز ببینیم استبداد برقرار میشه. از درون همون انقلاب مشروطه، یعنی صدر اعظمی عین الدوله بیرون میاد مثلا. چه مکانیزمی اینی که گفته بشه مردم واقعا الان بعد از 44 سال چه تضمینی میشه داشت، چه اطمینانی میشه داشت، آیا میشه اطمینان داشت که دیگه اون چیزی که شما به عنوان خرد جمعی ازش اسم میبرید میتونه ستون اصلی تأمین همون آزادی های اساسی، همون مشروطیتی باشه که شما منظور نظرتون هست، یا نه هنوز با ایران نرسیده به اونجا؟ آقای چارنگی ببینید، من زیر نظر کارآمدی این که چگونگی مدیریت کلان کشورداری، یعنی شفافیت در مقام اندیشه ورزی، یعنی درست اندیشیدن، بعد نظارت بر رفتاری که من مدعیم مبتنی بر اون اندیشه ورزی است، هیچ وقت تعطیل بردار نیست. یعنی تفکر نقاد یا پرسشگر، سنجشگران اندیشی، درسته؟ تفکر راهبردی یا استراتژی، تفکر نوآور یا خلاق، تفکر اصطلاحاً سیستماتیک یا نظاممند، این تفکرها، یعنی اگر ما بتونیم درست بیاندیشیم به اون کارآمدی مدیریت کلان کشورداری میرسیم. من یه نکته کوتاه بگم که میگید مردم، من میفهمم که خیلی ها به نام مردم، به نام عدالت، به نام اخلاق، به نام آزادی، سر اخلاق، آزادی، عدالت رو بریدن. ولی چرا بریدن؟ به واسطه که یک مردمی یا فریب خوردن یا خودشون نخواستن دفاع از حقوق خودشون بکنن. ببینید انسان مرید آزاد مختار باید متبلور بشه، نمیشه دیگران برای ما آزادی رو تو سینی بذارن برامون بیارن. لذا من دو تا نکته بسیار کوتاه همیشه دارم، یکی این که ما باید درست فکری رو جایگزین روشن فکری کنیم، دومی اینه که چه کسی حکومت کند رو جایگزین چگونه باید یک حکومت، یعنی چگونه مدیریت کلان کشورداری رو باید ما پی بگیریم. ما مفهوم حاکم به اون معنی که قبلا داشتیم نداریم دیگه، هیچکی برای هیچ حکومت، همه با هم برابریم. پوزیشن، جایگاه، موقعیت، مقاماتمون فرق میکنه. یه مثال کوتاه ببینید، من چوپانم، یک نفر چشم پزشکه، یک نفر آرایشگره، یکی نفر فرض کنید که مهندس ساختمانه، ما نسبت به همدیگه داناییمون نسبت به همدیگه مقداری که اون از کشاورزی هیچ نمیداند و چوپانی، همونقدر من از چشم پزشکی چیز نمیدونم. این خیشگاری ها رو پیدا کنیم، سیستماتیک فکر کنیم، نظاممند، و جایگاه هر کسی مشخص بشه، این به هنگام بودن
به جا بودن، اینا رو ما تو حکمت ایرانی داریم و غربی ها هم به خوبی دارن استفاده میکنن. یعنی حسادت نمیکنه یه بخشی از بدن به یه بخش دیگه، دست چپ نمیگه من چرا چپم این راسته، چرا اون قلب شد من. نه، هر کدوم ما بر اساس اون چیزی که هایدگر میگه در این جهان پرتاب شدیم. بیاییم و به جای اینکه دنبال این باشیم که مهم باشیم، دیده بشیم، قده سرطانی باشیم، مفید و مؤثر باشیم، اما کوچک. ببینید این یه توصیه است، یه نصیحته. بیایم این کارو بکنیم، خب نمیآیم. خب باید تلاش کنیم دیگه. من که گفتم نه، نصیحت من نکردم. اجازه بفرمایید. با حرف من این هست، 44 سال استبداد حکومت شرعی رو ما داشتیم. این یه طرف قضیه. بیشتر 44 سال. یه طرف دیگه، ببینید یکی از کلیدهای اساس، شما فکر نکنید، یعنی مطمئنم که شما میدونید، اینا بینندگان ما میدونن قطعا، در همین آمریکای پشت پنجره من این نیستش که تمام مردمش خردمندن، تمام مردم تئوری‌های دموکراسی رو خوندن، تمام مردم این آن فلان بهمان. همین امروز حالا آقای ترامپ داره میره دادگاه، نه به خاطر اینکه حالا به خاطر دموکراسی که هست، نه به خاطر جنگ قدرتی هم که اون پشت هست چه داستانه بمانه. یک کلید مسئله این هستش که من برای بینندگان میگم، اینی که یه درکی وجود داره که منافع فردی من در صورتی ماندگار هست و برای همیشه تأمین شده است که منافع جمع تأمین شده باشه. اینو در با وجود اومدن جامعه آمریکایی از اولش بوده. یه دهی اومدن این بغله اونجا جایی رو درست کردن دنبال هرچی که بودن، کشاورزی، و بعد دیدن با هم دیگه جمع شدن علیه یه دهی دیگه، مثلا سرخپوستا یا کسان دیگه، مصائب طبیعی با هم دیگه، یه کار مشترک، از اینجا این کلید طلایی به دست اومد. در ایران این هم وجود داره. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم کوچه، مردم توی کوچه خیلی به تمیزی کوچه اهمیت میدن، مال هم هست. اینو چطور میشه تعمیمش داد که بگن خیابونم مال هم هست، کشور مال هم هست، زباله توش نریزیم، زندگی همگانی مال هم هست. این فرهنگ نظافت کوچه رو که یک سنت دیرین است تو ایران، به طور کلیدی چطور میشه تعمیمش داد؟ 44 سال اینو به ما یاد داده نداده، چه کرده؟ من گمانم اینه که خب به ساعات کارکرد دولت ملت در مشروطه اینقدر با هم دیگه تنگاتنگ بودن که حتی وقتی که مردم حالا بخششون منقلب شدن و نخواستن شهریاری شانشهر یا مهر رو، خب ایشون دیدید دیگه، حالا درست و غلط رو کار ندارم، یعنی یه تنگاتنگی بود. الان این تنگاتنگی بین مردم و حاکمیت نیست، بین حکومت نیست، به هر صورت با منطق زور فریب پیش میرن. مردم ایران واقعا، اگر آقای شالنگی، من به عنوان یک پژوهشگر میگم، یعنی کارهای آماری کردم، نگاه کنیم بسیار دانان، همونطور که شما گفتید، شاید کار سیاسی نمی کنن. یعنی کارش اینه که کارگره، مثلا کارگر ایران خودروز، کارگر چه میدونم کشاورزه، معلمه و و و، ولی متوجه شدن چی رو از دست دادن و اون حکومت قانون بوده دیگه. حالا این حکومت قانون که شما الان گفتید، هم توش ما نگاه صفر و صدی ندارم، یعنی یه خطای شناختی است، شما به خوبی دارید اشاره میکنید، بر صورت بر گفتگوی با من اجازه میدید که من این نکات رو بگم، متوجه هستم. اون جنگ قدرت هم هست، قانون هم هست، ما که نمیتونیم همیشه بگیم بهش میآفرینیم همه انسان ها. این تفکر تفکری است که از انسان شناسی، روانشناسی انسان، حتی نهادهای اجتماعی خیلی دقت نظر و سر در نمیاره که ما بخوایم بگیم همه چی در حد کمال. نه، ما میگیم آقا چه سیستمی پویاست اجازه میده انسانها در مقام شهروند با هم برابر باشن، رانت یکی نگیره یکی دیگه بگیره، کشور تقسیم نشه به خودی و ناخودی، به سنی و شیعه، نمیدونم اقلیت درست کنیم که در مشروطه اینو ما نداشتیم.
درسته در مجلس شورای اسلامی ما یه نماینده از اصطلاحاً فرض کنید ارمنیا داشتیم، ولی واقعا در فردای ایران هر کسی با هر باوری با هر نگرشی اگر شایسته باشه کارآمد باشه و کارآمدیش در تجربه، به قول حافظ خوش بود گر مرکه تجربه آید به میان تا سیه رو شود هر کی در او غش باشد. اگر به سرعت اصطلاحاً ما این رو حس کنیم که یک کسی در مرگ تجربه سیارو شده، میشه از اصطلاحا اون مقامی که بهش دادن اووردش پایین. ولی ما همه برابر باشیم، همه یک هموطن، همه هممیهن یک پارچه. میدونم این کار سختیه، ولی ما به نظرمون رسید که اگر از مسیر محور قرار دادن و به عنوان یه خواستگاه، من یه مثال باز دوباره بزنم چون میخوام خیلی ساده، شما هم به من گفتید ببینید ما الان مثل این مونه که تو آبی از ساحلم دور افتادیم، اما یه جزیره‌ای داریم، این جزیره اسمش هم قرنسی مشروط است. ما میتونیم بریم رو اون بیستیم، بعد ساحل طرف ساحل کشتی رو میسازیم، مجلس مؤسسان مردم ایران هر گزاره‌ای رو که خواستند با توجه به اون خرد جمعی که موجود متخصصین کارشناسان میتونن عوض کنن و یک سامانه سیاسی رو به رأی مردم بگذارن و ما برای اولین بار اصطلاحاً، من اینو اصطلاحاً از بزرگی شنیدم، تراز بگذاریم ساختار سیاسی ایران رو که لازم نباشه هر چند وقت یه بار بخوان براندازیش کنن، سرنگونش کنن، بلکه به صورتی باشه که بتونه خودش رو تصحیح کنه و پویایی یک سیستم رو داشته باشه که در نظریه‌های سیستمی به این پرداخته شده و من هم به عنوان دانش آموز کوچک بهش پرداختم. خب ایشون از داخل ایران دارن صحبت میکنن، از بن قلب در واقع صحبت میکنن، اون چیزی که میخوان با سختی‌هایی که کشیدن بازداشت ها زندان هم متاسفانه هستن در خارج ایران که صحبت قانون شد از آن گویند گاهی لفظ قانون حرف ایرج میرزا در این بیرون ما دیدیم که حرف آخر قانون بود نون و نون. این سیستم رو شما اشاره میکنین من یاد حرف جناب فردین میفتم، بزرگ بیرقیب سینمای ایران، روانش که طنز تلخیست، یعنی گذر زمان، یعنی یک گزارش خیلی کوتاه است. اولا یه جایی صحبت کرده که ما برای یه روز زندگی 100 سال می‌میریم، یعنی اینجا اون به جای خود، ولی یه جایی یکی از عزیزان، یکی از دوستان سیستم میگفت، گفت اینقدر سیستم نکن میگیرنت، خیلی طنز درش بود. یعنی تشخیص این که این مجموعه‌ای که سر کار هستن ضد سیستم هستن، ضد یک نظام قانونمند هستن، نیست؟ چپه ساختاره جمهوری اسلامی به واسطه همون مبانی ایدئولوژی و فکریش که حالا ما میشونیم در مورد اون یه بار گفتگو کنیم، باید چپه ساختار باشه، اگر نه تحقق اراده خدا معنا پیدا نمیکنه، چون خداوند در تفکر اشاعره، حالا یکی از تفکرات معتبری که در میان مسلمانان هست، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. نمیشه ما با رویکرد عقلی معتزلی شیعی حکومت خدا رو داشته باشیم، لذا باید چه به ساختار باشه تا بشه همین چی رو توجیه کرد. و قانون اینجوری نیست دیگه، شما آقای ظفرمهر باشه، آقای چالنگی باشه، اشتباه کرده باشه، میگن آقای اشتباه است، از بقیه هم پرسش میکنن آقای اشتباه بود یا نه، رأی گیری میشه، میگن بله ایشون اشتباه کرده، طرف میپذیره. ولی الان شما نگاه کنید بدترین رویدادها در ایران رخ میده، ولی کسی حاضر نیست بگه. اصلا من یه بار در همین گفتگوی 5 بهمن این رو بیان کردم که اصلا مسئولیت در ساختار جمهوری اسلامی بی معناست، اینها صاحب منصبن، اینها فرمان فرمان، اینها اصطلاحا یک شغلهایی رو کسب کردن، یعنی مسئولیت با پرسشگری، مسئله محوری، یعنی هم سوال هم مسئله، با این ربط داره. یعنی من هر روز در معرض پرسش دیگرانم، مسئله‌ای که ادعا کردم حلش میکنم رو باید اگه حل نکردم بیام بگم نتونستم، یکی دیگه بیاد مسئولیت حل مسائل کشور رو به عهده بگیره. اصلا این واژه ها رو متاسفانه ما از دست دادیم، حیف. ما هم مقام شهریاری رو از دست دادیم، هم شهروندی هم شایستگی رو. اینها خیلی ارتباط داره با این نکات خیلی خرد و کوچیکی که من خدمتتون عرض میکنم، با رویکرد، یک رویکرد فلسفه تحلیلی، فلسفه زبانی، هرمنوتیک، اون چیزی که من از اون منظر وارد فلسفه سیاسی شدم، یعنی علوم شناختی. که ما رو واژه‌ها اگه دقت کنیم میتونیم بفهمیم این واژه‌های معانی دارن و این معانی‌ها گاهی خلط میشه، در هم آمیخته میشه و این خراب میکنه کار. سپاس بسیار دارین آقای ظفرمهر عزیز، با سپاس بسیار قربونتون برم آقای شالنگی. قربونتون برم.
خدا نکنه، با امید به اینکه تمام من دانش آموز بزرگانم، ما بزرگانی داریم که واقعا تو اینکه اونها هم تجربه زیسته عمیق‌تری دارن. من به واسه شرایطی که خب بر صورت در جهان زیستم بوده، بیماری‌های گوناگون، از دست دادن اون چه که میگن نقش دیدن نقش و نگار هستی، ولی خب تلاش کردم که خودم باشم. از حافظ یاد گرفتم که کمترین تزویر در ما باشه و آنچه که میاندیشیم رو بازگو کنیم. همین بی‌تردید همینطور که میفرمایید، یعنی شما تو اندیشه و درست دیدن شما، تشخیص شما، همه اینها ثمره تلاشی است که در داخل داشتین با زجر و مشکلات و مصیبت هایی که هست، و همه عزیزانی که در داخل تلاش میکنن برای رسیدن به ایرانی که اشاره کرد جناب ظفر مهر عزیز. جناب ظفر مهر عزیز اشاره کردن ایرانی که متعلق به همه ایرانی هاست، خارج از اختلاف تفاوت های مذهبی و حتی لا مذهبان، همه اقوام ایرانی که تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران هستن. و در یه همچین فضایی اشاره کردید مهریار عزیز که یه دیگه هم اصلا آمدن بحث های بیهوده لطمه زنی رو دوباره بعد از خلق ملیت یا ملت و از این بحث ها رو پیش کشیدن که نمایندگی هم نمی کنن کسانی، یعنی مردم کرد یا مردم تالش یا مردم ترکمن، آذری، بلوش و بیرون از ایران. یه بار ما تجربه کردیم آقای چالنگی در ابتدای انقلاب، من کودک بودم، این بحث خلق و چه کشتارهایی الکی را افتاد برای اینکه ما به جای اینکه به انسان بپردازیم، به حقوق شهروندی بپردازیم، بخوایم حقوقمون رو واقعا بگیریم و اونم نه از کسی، در تنظیم رابطمون با بقیه افراد جامعه، چه در یک خانواده، چه در یک شراکت، چه در دوستی ها تنظیم کنیم رابطمون رو. با مرز کشیدنای الکی چقدر انسان ها خون ریخته شد و ما نمیخوایم اون اصطلاحاً تکرار تلخ تاریخ. یه نکته دیگه من در آخر بگم، وقتمون با تفکر خیلی وقتمون رو به اتمام یه 20 ثانیه می‌خواستم اینو بگم که با تفکر لنین و استالینی ایران جایگاه آزمایش انقلاب ها با مبتنی بر اراده های افرادی که هر وقت عشقشون میکشه با یه سیستم هستن و جدا میشن میرن باز دوباره علیه اون میشن رسانه میزنن نیست. اینجا امیدواریم ملت آگاه شده. شما 5 بار کلمه سیستم رو به کار بردیم، امیدواریم براتون گرفتاری ایجاد نشه با اشاره به طنز عمیق. اصلا من کل نظریه کار آمدیم تفکر سیستماتیک آقای چالنگی. نه انشالله که پیش نمیاد. خوشحالیم از این بابت که کار آمدی روزی اثر خواهد کرد و نظریات جناب ظفرمهر به کار خواهد آمد بدون تردید. اما آقای ظفرمهر عزیز با سپاس بسیار این خبر رو هم داریم، این سنت کشتن وکلای زندانی کردن که در جمهوری اسلامی بوده، ولی قتل مهدی امارلویی اگر درست تلفظ کرده باشم بر اثر وکیل دادگستری بوده، بر اثر ضربه های چاقو در دفتر کارش به قتل رسیده. دستیاد خانواده او احمد کسروی رو هم فدایان اسلام به قتل رسوندن و ضربات کارد و چاقو. فرزندان فدایان اسلام هم وکیل جدید ایران رو. سپاسی دوباره از شما آقای ظفرمهر عزیز. با سپاس به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری کوساران، دنا دراکلوند، کوزک رستفتان، بینالو درفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد مرد.